برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. بیننده های عزیز برنامه یک قدم، سلام بر شما. آرزو می کنم که صحت و سلامت باشین و باز هم در برنامه یک قدم خدمت قرار داریم. عزیزان بیننده، به امتداد برنامه قبلی این بار مصاحبه یا صحبت داریم، البته ما صحبت های بسیار خودمانی، با یکی از کسانی که حتما شما طرف جانب مقابلشان صحبت هایشون رو شنیدین و سوالات در ذهن شما باقی مونده که بعضی از گپ ها را از طرف مقابل هم بشنوین. آقای جسور با ما هستن، خوش آمدین. سلام به شما و بیننده های شما، خیلی ممنون از دعوتتان و صحبت هایی که انشاءالله می داشته باشیم. امید که صحبت های خوبی باشه. حتما این قسم است. آقای جسور، در برنامه قبلی ما خانم هدا را به خود داشتیم، صحبت های بسیار شیرین ازشون شنیدیم، قسمی که همه در جریان هستن. شما یک غوغایی را در بین میدیا، در بین مردم افغانستان برپا کردیم و مطمئن هستم که با چالش های هم مواجه بودین. کماتون از زبان شما به عنوان یک مرد افغانی که در امچو یک جامعه سنتی زندگی میکنین و با یک حرکت بسیار انقلابی غیر قابل پیشبینی مواجه شدین، میشه که امی احساساتتون برای من و برای بیننده های برنامه یک قدم بیان بکنین؟ چی احساسی داشتین با امچو یک چیز مواجه شدین؟ خب اول یک چیز رو من میخوام بگم که من فکر میکنم با جامعه افغانستان یک چی که حالا نمیدانم یک گام پیش بلند یا حالا یک گام متفاوت، من اسم برش نمیمانم، اوی بود که یعنی بلیاز فکری من کاری که هدا کرد از نظر من خیلی چی نبود، یعنی یک کار یک تعدادی که بد گفتن اصلا بد فکرش نمیکردم و یک تعدادی که حالا اون تابو شکنی هم که میگن به دلیل از اینکه خب در دیگه جامعه هر کس حق داره خودش انتخاب بکنه طرف مقابل شکی که باشه، به اساس یعنی از به نظر من خیلی کار چی نبود، ولی در جامعه که ما زندگی میکنیم قطعا یک کاری بود که مایی که با مقدمه که گفتم با مثلا فکر بازی که گفتم دارم، من واقعا شوکه شده بودم. در ثانیه اول نماز دیگر بود، من خانه رسیدم و خیلی خسته، مادرم بخاری هم روشن کرده بود و همین داستان است که من بارها گفتم دیگه ای تکرار میشه. آمدم داخل، یک دوستم زنگ زد گفت مبارک باشه و از این چیزا. خب من جدی نگرفتم، گفتم بابا تو چی میگی؟ فکر گفت شوخی میکنن یا خیلی، چون ما شوخی داشتم قبلا، نگام چهره میدید که مفتم واقعا شوخی میکنه. خب این حرفش جدی نگرفتم، نشسته بودم. دوست دیگه زنگ زد و این بار دیگه واقعا گفتم حتما یک اتفاق افتیده. میخواستم برم فیسبوک و چک بکنم که اینترنت تمام شده بود و وقتی که خب من نامه به دستم رسید و خواندم اصلا هنگ کرده بودم. یک جوری که مادرم بلند شد من گرفت و گفت چی شده، گپ چی هست؟ خب شهناز خواهرم آمد یک قضیه رو برش توضیح داد و خب مادرم گفت مبارک باشه، هیچ بدون هیچ چیز، خیلی ساده، خیلی چی دیگه. یک چکچک هم کرد و فکر کنم در چهره من خیلی تغییر کرده بود و حالتم چه شوه. آمد گفت خب اتفاق نیفتید، خیر گپ نیست، اتفاق آرام شو. و خب ای قدم می زدم و خب من بعدا هرچی تماس می گرفتم تلفنش خاموش بود. این یک سنه بود که حالا درست که یک طرف واقعا نمیتونم حسی که اون لحظه داشتم بیان بکنم. من نمیدونم مثل خوبی بود بعدی بود، حالا هر چی بود یه چیزی بود که من یک جای قرار گرفته و گیر مانده بودم و خب واقعا نمیدونستم که چی بگم چی نگم، فقط هنگ کرده بودم. همین بود دیگه. واقعا من امی لحظه شما قصه میکنین حس میکنم که چی باید کشیده باشین، احساس میکنم در بین دوستا و رفقا و مردهایی که شما بهشون با تماس بودین، وقتی که اینمی آوازه پخش شد
با خوبترین و بدترین سوالاتی که مواجه شدین چی بوده باشه؟ خب یک در اول که من دوستای که تماس بیشتر تماس بود، هی تماس میگرفتن، دوستای که تماس گرفتن اول، خب یک تعداد دوستا برخورد چی داشتن، میگفتن خب هر کس تماس میگرفت میگفت باید فکر بکنی، باید دقیق تصمیم بگیری، هیچ وقت کاری نکنی، که چون رسم در افغانستان ما یک رسم دیگه ای داریم که اگر از یک دختر بالای کسی صدا میکرد گویا به نوع ننگ و غیرت خود دانسته اقدام میکردن، و خب دوستام که مرا میشناختن هی برام میگفتن که اگر تو این کار بکنی و کار سر ننگ و غیرت آمده تصمیم بگیری، خب فرق تو با بقیه مردم چی هست؟ تو باید تمام جوانب شه سنجیده چه بکنی؟ اما دوستای هم بودن، آدم هایی که تماس میگرفتن خیلی عصبانی، ناراحت، و خب گمان میکردن که حتما یک قضیه یا پرونده سر من اتفاق افتیده و میخواهن که مرا در این دام گویا گیر بکنن، و هی میگفتن که ماهی میکنیم و هو میکنیم و زمین و زمان رو به هم میزنیم، تو را چرا در این دام آوردن. از این واکنش ها مختلف بود، ولی واکنش هایی که دقل دوستم در لحظه اول برای ما چه کردن، یعنی یک حسی را برای ما دادن که حالا به نمی خواستن مرا آرام بکنن، و در مجموع همین لازم که آمده من میگم واکنش هایی که مثبت بودن بیشتر بوده تا ای که واکنش های منفی باشه. خب مواردی بوده منفیش کم بوده ولی خیلی جدی بوده، مثبتش فقط در حد خب یک تعدادش در حد یک حرف بوده، یک تعدادش در حد ازی بوده که میخواستن امو حسشانه یا به نوی برای ما بگن خب ما هستیم و کنار تو چی، ولی واکنش هایی منفی که کم بودن خب سخت، خیلی جدی بودن، خیلی مثلا حجمش زیاد بوده، یعنی یعنی آدماش کم بوده ولی اون واکنشی که داشتم و پیامی را که برای من میرسوندن خیلی جدی بودن که خب این کار هی است، دو است، فلان است، شمایی میکنین، او میکنین. واقعا تاثیرات تغییر را که در زندگیتان حس کردین بعد از همین وضعیتی که پیش آمد و شما با شکل متفاوت تر آغاز زندگی مشترکتان کردین، برای روحی خودتان شخصا و در نحوه زندگیتان چه تغییرات رو نما شد؟ زندگی من شده حالا دو بخش، قبل از خدا و بعد از خدا. من اولین باری که مثلا گرچه به خانواده‌ام پدر مادرم از اول حمایت کردن و تا همین لحظه هم پشت میستادن با همین چیزی که گفتن، ولی در دیگه بخش جامعه و خانواده خیلی سخت بوده، یعنی واقعا من اصلا تصور نمیکردم، نمیگفتم یک روزی زندگی من میاد به این سمت که فعلا هستم به این جهت و به این سمت بروه. زندگی من قطعا قبل از زاده و بعد از زاده تقسیم شده و زندگی من تغییری کرده که حالا هر چی که هست ما روی زیر رابطه هم باید فکر بکنم، هر تصمیم میگیرم، هر کار میکنم، به دلیل از اینکه ما روزی که بلی گفتم به این بلی نگفتم که خدا از زندگی من بیای من یک همسر انتخاب بکنم و حالا خب هر زمان هر اتفاق افتید خب در آینده تصمیم میگیرم، و تو نبودم. ما لحظه ای که بلی گفتم این را فکر کردم که ما بار دوش این مسئولیت یک نسل را دوش گرفتیم، دقیقا به دلیل از این که خب این کار اگه جد افغانستان به یک روی کردی متفاوتش، حالا خب از هر دختر حق داره، ولی با یک روی کرد متفاوتش آمده و از ما خواسته شده و ما آمدیم وارد این زندگی شدم، این یک بخش یک بار مسئولیت هم فکر میکنم. من میگم مگه ما باید موفقانه پیش بریم، اگه قرار است تغییری در جامعه رو نما میشه این مسئولیت رو ما باید درست انجام بدیم. یک دوستی از هرات آمده بود چند روز پیش خانه ما و موهدارم خواست ببینه، خیلی جدی بود، آمد خانه دیگه و هم میگفت که هی ما باید شما رو ببینم، و اونا میگفتن ما یک پیام های آوردیم از یک روستایی بوده به نام نیستان،
می گفت من پیام 60 دختر آوردم به شما و بعد از این اتفاق این 60 دختر وارد دانشگاه شده. قبل از این خانواده‌هاشون اجازه نمیدادن. در اولی که اتفاق افتید کلگی هید به شما دشنام و نفرین میفرستادن و بعد آهسته آهسته این فضا شکست و خب اونا هم به این فکر کردن که خب اگه یک روز شاید دختر ما به این حالا این آگاهی که آمده شاید یک روز دختر ما همین کار بکنه اگه سخت بگیریم به همین خاطر گفت ما همون شورایی که داشتیم تصمیم گرفتن که دختره را اجازه بدن بره به دانشگاه و ما پیام دختره را به شما آوردم به تشکرشان آمدم خانه شما. خب خیلی برای ما جالب بود برای احساس خوب دادم برای هر آره قطعا به دلیل از اینکه خب اگه واقعا چنین باشه و چنین برایندی از این کار ما میبینیم واقعا خوشحال میشیم و این مسئولیت است که به نظر ما باید به عنوان یک مسئولیت هم تا یک رابطه باید ما پیش ببریم. واقعا جالب صحبتتان بسیار جالب و ارزنده بود و ای که شما این موضوع را در امچو یک محیط و ماحولی که بزرگ شده این و در امچو یک محیط و ماحول زندگی کردین به این دید باز پذیرفتین قبول کردین و او را به نحوه خودتان براتان مثبت تلقی کردین با آن که با واکنش های شدید منفی بودین خودش یک دستاورد بزرگ است و این شما دو نفر باعث تغییر در نسل شدین در اجتماع شدین در بین جوان ها شدین دستاورد بزرگ است که ایره من براتان تلقی کنم موفقیت آرزو میکنم و مبارک میگم. بیاییم سر از این که زندگی مشترک تأثیر گذاری هایش سر کارهای شخصی شما چگونه بوده؟ آیا بیشتر کمکتون میکنه که به کارهایی که قبل از ازدواج داشتین برسین یا این که زیادتر درگیر این مسائل شدین که ناخودآگاه آمد براتون و با اون نحوه که قبلا کار میکردین نمیتونین؟ یعنی میشه که به یک نحوه خودتون به زبانتون بیان کنین که چه تغییر در این رونما شد؟ زندگی ما قسمی که پیشتر هم گفتم که میشکلی که قبل یودا و بعد یودا تقسیم میشه یک چیز صادقانه حالا باید بگویم بعد از اینکه یودا زندگی ما آمد من زندگی من صفر شروع شد. یعنی چون من قبلا کار شخصی دیگه ای داشتم که خب با دیگه از خانوادگی تقریبا کار میکردم من تمام هنچه که قبلا داشتم یعنی حدود 80% زندگیم از دست دادم. حالا چی از نگاه مالی بوده چی از هر نگاهی که بوده یعنی انجا یک گری هفتید که اگر من در یک گری میپیچیدم اینی که فعلا هستم و اینجا می آمدم با شما صحبت میکنم این نمی بودم. باید من دور همون گری دور میخوردم و هی میماندم بعد نمیدانم که آخرش چی میشد. و باور ما به زندگی از وقتی آدم ها آدم مثل ما که یک بچه دوستازاده ای که فقط من از مته فارغ شدم و هی بر آمدم دیگه سر پای خودم بودم خودم زندگی کردم همیشه باورم می بوده که اگر یک جایگاهی را من امروز داشتم به دست آوردم در آینده هم می تانم به دستش بیارم. به همین اساس هن گریه که افتیده بوده دیگه ما خب نه وقت برش صرف کردم که باز شوه و نه انرژی سرش گذاشتم که یک راه حل برش پیدا شوه. و یک چیز دیگر هم بگویم که خب ما بعد از نامزادی که آمدیم بعد ازدواج ما در زمان قرنطین اتفاق افتید هم زمانی که این گیری در زندگی ما هفتید اونجا خطری جدی متوجه جان ادا بود. ما باید تصمیم میگرفتم که چه کار بکنم. آیا اینجا باید زندگی گذشته خودم رسیدگی بکنم ای را بیارم به همین منوال پیش ببرم یا نه واقعا جانی و داره نشد بودم. بین این دوتا من گیر کرده بودم و به هیچ آدمی هم نبود که من حداقل درد دل بکنم که خب چه اتفاق افتیده. خدا هم نهایتا از صد تا حرفش فقط یک شبه من میگفت که اونم خیلی اگه برش سخت تمام میشه چون
در دره سالنگ بین اون مردم سنتی با فکر کهنه ای، اصلا با تصورات عجیبی که من واقعا بعد از اینکه دیدم به نوی بگم شاخ کشیدم که نه، خب من هم در خانواده سنتی بودم ولی با این اندازش نه، اندازه نبود. من باید تصمیم میگرفتم، دو هفته فرصت داشتم. دو هفته فرصت داشتم، این گریره، این زندگی گذشته ای که تمامش گفتم داخل این گری بود، این را همینجا گذاشتم و رفتم یک استارت دیگه زدم و از چند تا دوستم هم کاره خواستم و رفتم. حتی پدر مادرم هم در جریان نبود، حتی هیچ کدام از خانواده ایم هم. چون اونا اگر می آمدن با اون زینی، با اون بگراند زینی که از زندگی خودشان داشتن، می خواستن این مسئله را حل بکنم. و اگر قرار می شد این گونه من حل بکنم، خب گفتم که من خب نمیتونستم در مورد او ریسک بکنم. من خودم به تماس شدم به خانوادهش و به نوی گفتم شما کار ندارین که من با خانواده و دیگه و اجتماع و چه قسم عروسی میگیرم، شما به اینش کار ندارین، آنچه که شما میخواین بگوین من برآورده میکنم و بگذارین که این مسئله حل شد. و همو بود که من فقط به درم زنگ زدم، من در نوروز همه چیز حل کردم، خودم به نوی با زندگی گذاشتم بریدم و همین صفر از اینجا گام اول ماندم، استارت زدم و خانواده ما خواستم، فقط چند تا پدر مادر و ماما و یا و خب رفتم. در واقع بگم همو هزینه ای را که باید من میپرداختم به خانواده از پرداختم و ای را فقط دستش را گرفتم آمدیم. این زندگی ما خدا دیگه از صفر زندگی امروزیم است. با امی عزم راسخه که داشتین، من مطمئن هستم که شما موفق میشین که دوباره امی صفر شما برسانین به امو درجاتی که برش آرزومند هستین. از صحبتایی که با شما داشتم، از صحبتایی که با خانم خاموش داشتم، احساساتی که از شما درک کردم، به این باور رسیدم که شما میتونین و یک موفقیت است که من در وجود شما ای را حس کردم. مطمئنن کسایی که از شما میشنون و میبینن ای احساس ها میکنن که شما توانایی هاشت دارین. اگر بپرسم که با تمام فشارهایی که کشیدین، آیا گاهی پشیمون کارم شدین؟ پشیمون که نه، یعنی یه جاهایی حس کردم که جام ماندم. یعنی گفتم که خب در افغانستان رسم است که وقتی ازدواج سر میگیره دو تا خانواده با همو داره دسته ای که بعد ماما و کاکا و خاله و دیگه و دیگه، یعنی یک پشتوانه کلانی. اینا میان برنامه میریزن، بعد میخواین در مدت چند ماه یک ازدواج سر بتن. از اینکه من هیچ کدام از یارا نداشتم، گفتم قبلا، ولی نه پشیمان نشدم. من جام کردم، خیلی جاها ماندم در حد که من میرفتم در کوچه آمده همین فکری بودم که چه کار بکنم. یکی می آمد میگفت بیا یک عکس بگیریم با هم. خب من یکی زندگی خصوصی همیشه دوست داشتم خصوصی باشه. بعد یکی خب یادم است من وقتی که آمدگی ازدواجم میگرفتم، یک نفر در بازار رفتم در لیسه مریم چی میخریدم، وسایل میخریدم، یک نفر فوش داد، خیلی واضح استاد کرد، نمیدونم به این فکر میکرد که شاید من یک عکس العمل نشان بدم و باعث یک درگیری شوه. و من همینطوری نگاه کردم، بعد گپاش خودش خالی کرد، تمام حرفاش که زد، خب گفتم زندگی من هست، به تو چه ربطی داره که تو بیایی و برای من نسخه بپیچی یا بگویی که فلان کرده، بیمان کرده، چطور کرده. میگه خب من نامزد دارم، این کاری که شما کردین شاید سوار نامزد من هم برود دنبال یک آدم دیگه یا من قسم، و شما یک فرهنگ بد اساس گذاشتین. این چیزایی بوده؟ نه واقعا من خب کار نمودم، من فقط بله گفتم، یعنی پشیمانی نه، ولی یه جایی واقعا مانده. اما دقیقا
گپ های بسیار خوب، صحبت های بسیار خوب و شیرین از شما شنیدیم. مطمئنا شنونده های برنامه یک قدم وقتی که اسم از شما برده میشه هر جای یا تمام مردم مرزوی زیر داشتن که بفهمن که چی باریکی های را شما کشیدین، چی مشکلات را کشیدین و بالاخره به کجا رسیدین که شما هر دو به زبان بسیار شیرین و خالصانه بیان کرده این سپاسگزار هستم. دوی موفقیت همیشگی رو در زندگی براتون میکنم و باز هم براتون میگم به آنچه در آنوز نرسیدین برسین. سپاس از اینکه حاضر شدین و صحبت های برمون داشتین. بیننده های عزیز برنامه یک قدم، ای بود داشته های ای برنامه که تقدیمتان کردیم. امیدوارستم که طرف توجهتان قرار گرفته باشه، که مطمئنا قرار گرفت. صحبت ها واقعا خودمانی و شیرین بود. تا برنامه بعد، هر کدامتانه و الله یکتا و به همتا می سپارم. خداوند یار و مددگارتان.